سلام رفقا، دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا میکنید. الان اینجایی که من وایستادم دقیقا پشت پناهگاه کلکچاله. یکم گشتیم یه جایی خلوت پیدا کنیم که بتونیم یکی از تجهیزات خیلی خوب کوهنوردی رو واسه تون آنباکس بکنیم. دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا میکنید. بریم سورپرایزمون ببینید. تقریبا یک ساعتی هستش که منتظرم که آفتاب بیاد ولی نمیاد. دیگه آفتاب شروع کنم. بچه ها اگر اهل کوهنوردی و طبیعت گردی هستید، خب قطعا توی تجهیزاتتون یه دونه چاقو احتیاج دارید. من میخوام چاقوی ویکتورینوکس مدل کمپر رو معرفی کنم. یه چاقوی سایز متوسطه، چون ویکتورینوکس توی چاقوهای حالا سوئیس آرمیش سه تا سایز عمده داره. این سایز متوسطشه. حالا گفتم واسه تون آنباکس کنم. از این بعد اگه خواستم آنباکس کنم با این چاقوه درشو واسه تون باز میکنم، ولی الان که هنوز آنباکسش نکردم بعد درشو با این چاقوه باز کنم. فقط از هر چیز باید یک کاری بکنیم. من دارم یخ میزنم. خب اولین کاری که میکنید دستکشاتون رو میذارید زیرتون. خب آخه هم نرمه هم گرمه. خب درشو با کنم. امیدوارم هنگام ضبط این ویدیو صدای اضافه نداشته باشی. گن زدم تو جعبش ولی اهمیتی نداره. اگرم میخواید دقیقا مدلشو بهتون بگم، کمپر رد 1.3613.71 این پارت نامبرشه. اگه برید نماینده های ویکتورینوکس میتونید بخرید. ببینیم تو جعبش چی داره. یه دونه کاغذ راهنما داره. خب که این سر میخوره میره پایین. که تو کاغذش چی داره؟ میگه که باید روغنکاریش کنید حتما. اینجا ببینید بچه‌ها واسه نگهداری بهتر چاقوتون، چون تجهیزات کوهنوردی خیلی گرونه. خب به خاطر همین حتما باید از چاقوتون خیلی خوب نگهداری کنید. به خاطر همین اینجا گفته که چجوری مثلا از یه سری ابزارش استفاده کنید. به عنوان مثال این چاقو 13 کاره است. خب حالا باید ببینیم که کاراش هم چی است. به عنوان مثال اینجا گفته که چجوری روغن بزنید، بعد این لوله رو باید تکون بدید تا قشنگ روغن بره داخلش. خب هر وقت که احساس کردید که چاقوتون یکم سفت باز و بسته میشه و اجازه ندید که حالا زنگ بزنه، هرچند این تیغاش استیل ضد زنگه و حالا توضیحات اضافه ترش هم بهتون داده که در واقع چه چیزایی داره. اینو بذاریم کنار. چجوری بسته میشه مهمی. خب بریم سراغ خود چاقوه. اینه. واو دوستش دارم، خیلی دوستش دارم، خیلی دوستش دارم. یه دونه عکس کمپینگ هم، یه نوشته کمپینگ هم اینجا داره. یه دونه آرم در واقع ویکتورینوکس هم داره که شاید به جرات یکی از بهترین برندهای چاقوسازی در دنیاست، Made in Swiss. بعد خلاصه هم بریم سراغ تیغه اصلیش. تیغه اصلیش اینه. این تیغه اصلیشه که جای دستم میمونه روش. که اینجا دقیقا توضیحاتشو نوشته. نوشته ویکتورینوکس سوئیس مید استینلس اینجا نوشته. بعد دوتا تیغه داره، دوتا تیغه چاقو داره که خیلی تیزه. به جرات میتونم بگم خیلی تیزه. دوتا چاقو داره، کوچیک و بزرگ. بعد دیگه چی داره؟ چیزی که من این چاقو رو به خاطرش خریدم این اره هست.
که فوق‌العاده تیزه، اصلا نمیتونم بگم. ای کاش که دوربین بتونه نشونش بده. اگه دوربین بتونه نشونش بده فوق‌العاده است. خب اصلا یک مدل خیلی خاصی داره تیغه هاش، خیلی عجیب و غریبه. من دوست دارم تستش کنم ببینم که چقدر خفن میبره. شاید همینجا میتونیم تست کنیم، یکی از شاخه‌ای که این درخت‌ها رو میتونیم باش قطع بکنیم. خب بعد این عرش دیگه آها، این دربازکن و یه دونه پیشگوشتی هم این سرش داره به عنوان ابزار. نمیدونم حالا تو کمپ چقدر پیشگوشتی به کار بیاد. دوباره یه پیشگوشتی دوستو بزرگ این طرف داره، یه دندونه اینجا داره که میندازید واسه باز کردن درب کنسرو و اینطور داستانا و در بطری باز کنید و اینطور داستانا. دیگه چی داره؟ دیگه یه تیغه اینجا داره. آه این در شامپاین و اینطور داستانا که چقدر دور بر ما زیاده، از اینا باش باز میکنید. و یه تیغه هم اینه، اگه دقت کنید یه دونه سوراخ داره بچه ها. این واسه دوختن چرمه، داخل چرم فرو میکنید، نخواهد توی سوراخ رد میکنید، از اون طرف در میارید و چرمو باش میدوزید. خیلی چیز خفنیه. خلاصه که همینا بود، این از تیغه هاش. بعد یه دونه خارکش داره، اسمش یکم بیادبیه، ولی خیلی ها فکر میکنن که این موچینه، ولی این موچین نیست بچه ها. البته میتونید ازش کار موچین هم بکشید و مثلا یه حرکت هایی بزنید، خانوم ها میتونه ازش استفاده کنن، ولی معمولا موقعی که یه تیغی چیزی تو دست میره تو طبیعت میتونید از این استفاده کنید، تیغو در بیارید. و این طرف هم یه دونه خلال دندون داره، خلال دندون. بعد خیلی مواظب باشید اینا رو گم نکنید چون ستتون ناقص میشه و اینا. بعد از این طور داستانا من میذارمش اینجا و بهش خیره میشم. جزء گجت های خیلی دوست داشتنیه. خب بچه ها من از این درخته میخوام دوست شاخه ببرم. فقط لطفاً کسانی که دوستدار طبیعت هستن مثل خود من، نه یا رو ویدیوی من کلیم بذارن که شاخه درخت ها رو قطع کرده، لطفاً. خب من شاخه هایی رو میبرم که واقعا این درخت نیاز به هرس داره. اینجا یه شاخه خشک داریم، یه شاخه تر داریم. بعد میخوام دوتا اینا رو ببرم ببینم که وضعیت تیغره این چاقویی که بهتون معرفی کردم، یعنی ویکتوری نوکس سری کمپینگ، ببینم که پرفورمنسش چجوریه. اول این تره رو ببریم. من سعی میکنم خیلی رو تیغه چاقو فشار نیارم که ببینم که چقدر تیزه. بریم سراغ هیچی هیچی کلا فیلم بردار رفت. ولی بچه ها واقعا مثل آب خوردن داره میبره. خیلی راحت، خیلی راحت. حالا بریم سراغ شاخه خوشیش ببینیم چجوریه. من یکم اینا رو پاک کنم. یعنی اصلا واسهش واقعا فرقی نمیکنه. خیلی لذت بردم. بچه اگه میخواید چاقوتون زود خراب نشه، تیغرش خراب نشه، یه کاری هم میتونید بکنید. زیاد روی این اهرامش فشار نیارید به خاطر که اینجاش دیرتر خراب بشه. ولی واقعا دوتاشو عالی، خیلی عالی، با یه پرفورمنس و کارهایی خیلی خوبی برید. واقعا لذت بردم. بهتون پیشنهاد میکنم حتما اگر دنبال یه چاقوی خوب میگردید، یکی از چیزهایی که واسه حالا کسایی که طبیعتگرد هستن خیلی سبک، تو جیب کنار کولر خیلی راحت جا میشون میتونن استفاده بکنن، این ویکتوری نوکس سری کمپینگه. میتونید از نمایندگی های ویکتوری نوکس برید تهیه کنید و استفاده کنید و حالشو ببرید. دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً اگر از این دست ویدیو خوشتون میاد، یعنی از ویدیوهای کوهنوردی و حالا معرفی تجهیزات کوهنوردی اگر خوشتون میاد، حتماً کانال منو سابسکرایب بکنید و لایک و کامنت هم فراموش نشه.
دمتون گرم.